از تلفن همراه استفاده میکنید؟ حالا یه سوال دیگه، تلفن همراه هوشمند چطور؟ حالا چرا سوال رو ازتون کردم؟ برای اینکه تولید کننده های دائمی ابزارهای جدید به ویژه تلفن های همراه در چند سال گذشته تلاش کردن از یکدیگر پیشی بگیرن. این موضوع در ایالت کالیفرنیا برجسته تر از دیگر مناطق آمریکا هست. امروزه از تلفن های هوشمند همراه به عنوان کامپیوترهای کوچک استفاده میشه. کاربردهای جدید این تلفن ها به ویژه نرم افزار نقشه‌یاب و رستوران‌یابشون توجه بسیاری از کارشناسان و ناظران فناوری های جدید رو به خودش اختصاص داده. آلکس مرادی جزئیات بیشتر رو در اختیارتون قرار میده. امروزه یکی از صحنه‌هایی که در بسیاری از خیابان‌های آمریکا توجه هر آبری را به خود جلب می‌کند، نگه داشتن تلفن‌های همراه در دست و حرکت در جهت نقشه‌یاب‌های این تلفن‌هاست. این تلفن‌ها از فناوری پیشرفته‌ای با عنوان Augmented Reality استفاده می‌کنند که اطلاعات مربوط به یک موضوع، مثلا یک خیابان را با تصاویر واقعی که همزمان به صفحه موبایل ارسال می‌شود، در اختیار کاربران قرار می‌دهد. اریک سینگلی یکی از مدیران شرکت یلپ است. این شرکت نرم افزاری به نام مونوکل تولید کرده که در یافتن آدرس رستوران ها و اماکن دیدنی شهرها بسیار مؤثر است. با فشار بر روی دکمه این نرم افزار که در موبایل ها کار گذاشته می شود، دوربین تلفن آغاز به کار می کند. اریک می گوید حالا به رستوران هایی نگاه می کنیم که در نزدیکشان هستیم. رستوران آمی اون طرف خیابونه، رستوران ایولا هم اینجاست. مثلا اگه دنبال یک رستوران خوب برای امشب باشم، می تونم با فشار یک دکمه اطلاعات مربوط به ساعات کار، قیمت ها و نوع غذاها رو پیدا کنم. حتی می تونم نظرات مشتری ها رو درباره این رستوران ها مطالعه کنم. با حرکت شما اطلاعات و تصاویر دوربین هم با توجه به موقعیت جغرافیاییتان تغییر می‌کند. این نرم افزار برای کسانی که با شهر آشنایی ندارند بسیار مفید است. فکر کنید تازه وارد شهر سان فرانسیسکو شدم و شهر رو نمی‌شناسم. به جای نوشتن آدرس توی تلفن که مسلماً آدرس رو هم نمی‌شناسم، دکمه رستوران رو فشار میدم و تلفن رو جلوی خودم نگه میدارم. حالا اسامی رستوران های زیادی روی صفحه تلفن ظاهر میشه. میتونم رستورانی رو انتخاب کنم و اطلاعات لازم رو در جا و بدون معطلی به دست بیارم. به همین راحتی. آقای سینگلی میگوید این نرم افزار میتواند به طور بالقوه روش سنتی تبلیغات را تغییر دهد. با این وسیله دفترچه های تلفن، اسامی واحد های تجاری، شرکت ها، بوتیک ها و مغازه هایی که مثلا حراج دارن به راحتی می تواند در اختیار کاربران قرار بگیرد. امتیاز این گونه فهرست بندی ها هم برای مشتری ها و هم برای شرکت ها کاملا روشن است. ولی الگوی تجاری و طبقه بندی اطلاعات مربوط به آن هنوز در مرحله پژوهش و توسعه است. مهندسان دانشگاه برکلی کالیفرنیا سرگرم توسعه و تکمیل این فناوری برای مصارف تجاری هستند. پروفسور آویده زاخور، مخترع فناوری سه‌بعدی گوگل ارث، سرگرم کار بر روی راهکاری است که دستگاه‌های گیرنده کوچک را با سیستم جی پی اس تطبیق خواهد داد. خانم زاخور می‌گوید As you're walking around in an environment, especially in an unknown environment, information about what's surrounding you can be sent. این فناوری برای کسی که وارد محیطی ناشناس میشه، بسته به سلیقه شخص میتونه مفید باشه. مسلماً نوع اطلاعات دریافتی هم بستگی به ترجیح کاربران داره و اینکه چگونه مکانیزم هایی را در تلفن های خود دانلود کردن. اگر سر ساعت 12 گرسنه و دنبال رستورانی برای غذا خوردن هستید، با فشار بر دکمه رستوران ها تمام اطلاعات موجود را دریافت خواهید کرد. اگر هم دنبال کافی شاپ هستید، اطلاعات موجود درباره کافی شاپ ها را دریافت می کنید. شکی نیست فناوری Augmented Reality تجارب انسان ها در زمینه جستن آدرس و یافتن اطلاعات مربوط به شهرها را متحول خواهد کرد. What information about your physical environment is most useful that allows you to پرسش این است چگونه اطلاعاتی درباره محیط فیزیکی من برای ما سودمند خواهد بود. این پرسشی است که همه از جمله دانشمندان علوم اجتماعی، بازاریاب‌ها و بازرگانان باید به آن پاسخ دهند. مثلا باید دید آیا این فناوری هم مانند ابداعات پیشین کامپیوتری مفید خواهد بود و آیا می توان آن را تکامل بیشتری بخشید.
در هر حال فناوری آگمنتد ریالیتی از همکنون یافتن دیدنی ترین و بهترین نقاط شهر سان فرانسیسکو را برای کاربرانش آسان‌تر کرده است.